21 شهریور 1402 ما در منطقه عمومی دالاهو هستیم. شما خودتون رو میشه معرفی کنی؟ شهریار حیدری هستم. کجا هستیم آقای حیدری الان؟ اینجا روستای گوراجوب قشلاق تاج صد رو اینجا داریم میبینیم. صد زمکان که روی صد روی رودخونه زمکان احداث شده. نزدیک سال 96 آبگیری شده که متاسفانه بنا به نقصای فنی و عدم مطالعات کافی باعث شد که در آبگیری نشه و اینکه نزدیک به چند روستا اینجا تخریب و تخلیه شد. گوراجوب، زیدعلی، باباکرم و اینکه باعث کوچ مردم شد و اینکه مردم تولید کننده اون زمان الان مصرف کننده و حاشیه نشین شدن. به مردم پول نقد دادن و گفتم برید. به مردم بنا به نظر کارشناس اداره آب، حالا برای خونهشون، باغشون، اراضی کشاورزیشون خسارتی داده شد و قرار شد همین اطراف سکنا بدن، ولی متاسفانه هیچ تصمیم گرفته نشده تا به امروز. همه حاشیه نشین شدن. همه حاشیه نشین شدن. الان داغاب این صد رو که میبینیم کاملا مشخصه که یه چیزی دوربر 20 تا 25 متر آب اومده پایین. اینجا تشکیلاتش در حقیقت کارستی بوده، آهکی بوده و اینا متوجه این نبودن، یعنی نفوذ پذیر بوده نسبت به آب و بعد از اینکه سد زدن فهمیدن که آب رو نگه نمیداره. یعنی این اتفاقی که برای سد سیوند یا سد شهید مدنی افتاده اینجا، یا سد لار در تهران اینجا هم افتاده. این دوباره همین حدیث تکراری اینجا هم تکرار شده. میلیاردها تومان پول هزینه کردن. من شنیدم اون دوتا روستا یه لهجه خاص منحصر به فردی هم داشتن. بله، زبان گورانی، گویش گورانی حرف می زدن. یعنی یه زایه فرهنگی هم ایجاد شده. دقیقا، بله. و الان اینا دیگه پراکنده شدن و... حالا مثلا شهرهای اطراف، حتی خیلی هاشون تهران هستند، کل ایران پراکنده شدن و متاسفانه مردمی که عرض کردم تولید کننده بودن، کلی باغات داشتن، کشاورزی زمینای حاصلخیزی داشتن، دامپروری خوبی داشتن، الان همه حتی تو زمینه صنایع دستی فعال بودن، همه مجبور به کوچ شدن و حاشیه نشین شهرها. کسی بود که مقاومت هم کنه نخوان برن مجبورشن این کارو انجام بدن؟ یعنی بودن آره، ولی عدم هماهنگی بین مردم باعث شد که زورشون بچرد رو برن. قرار بود این صد برقابی هم باشه؟ یعنی فقط تامین کننده آب کشاورزی؟ آب کشاورزی برای اراضی پایین دست؟ برای اراضی پایین دست. نکته حائز اهمیت اینه که الان کل منطقه مشکل آب شرب دارن. دو تا صد هم تو منطقه داریم که دو تا نقص فنی دارن. قرار بوده آب شرب هم تامین کنه پس ها؟ آب شرب هم قرار شد تامین بشه. برای کدوم شهر؟ برای اسلام آباد بود. برای آب، حتی بخشی از آب اینجا قرار شد صرف صنعت اسلام آباد بشه. صنعت که حتی اونم خب اسم رودخانه و اسم صد یکیه؟ بله. این جزو سرشاخه های رودخانه سیروانه که در واقع سیروان هم خودش سرشاخه حوضه آبخیز دجله است و وارد سد دربندی خان در عراق میشه. محل تلاقی زمکان و سیروان سد دربندی خانه، همون حلبچه. بله. آقای درویش، الان این سد رو با چه هدفی زدن؟ باید این کشاورزی رو نبودن؟ آره. آب آشامیدنی بدن با چه سد؟ آره، در واقع هدفش به غیر از برقابی که نبوده بقیه هدف ها بوده، یعنی تامین آب شرب، گسترش اراضی کشاورزی و دادن حقابه به صنعت که عملا هیچ کدومش تحقق پیدا نکرده. نه، میدونین مخزنش چقدر گنجایششه؟ اونم میتونم بگم. آره، این چیزی که ظاهرش نشون میده. خیلی ممنونم. پایین دست اینجا هم دوباره یه سد هست، سد آزادی، که متاسفانه اون سد هم نزدیک بالغ بر 10 سالی که دارن دوباره بعد از اینکه سد رو احداث کردن دوباره دارن روش کار میکنن، بتون تزریق میکنن
ظاهرا موفق شدن، ولی هیچ بهره برداری از این سد نمیشه، یعنی هیچ خط انتقال آبی که اگه هست ظرفیت انتقال آبو نداره. یعنی اون سد رو تونستن جلوی آبروباییش رو بگیرن ولی هیچ استفاده از سد دوباره هنوز هیچ استفاده اینه. نه پایین دست نمارده است. مردم منطقه وجود داره وقتی که مثلا الان یه همچین کاری رو دولت، کارشناس، مسئولین یه همچین اشتباهی کردن واقعا، ولی مردم چرا براش موجود برخه؟ به کی باید شکایت کنن که این همه مردم حالا خون بالا خون شدن، نه حق بر حق به سند اومده، نه کشاورزیشون گسترش هیچ کدوم. خب الان برن به کی شکایت کنن؟ چه راهی هست واقعا؟ ببین در واقع الان کمیسیون اصل 90 مجلس سازمان بازرسی باید ورود بکنه، چون مصداق بارز حیف و میل بیت المال اتفاق افتاده. باید سازمان بازرسی اطلاع بده، یعنی مردم باید این کار انجام بدن؟ بله مردم میتونن انجام بدن، انجیو های فعال منطقه میتونن از طریق ماده 66 آیین دادرسی این کار رو انجام بدن، ابزارهای قانونیش وجود داره، باید پیگیری کنن. بله واقعا، ولی چون شما خودتون زینفید اینجا، زمین دارید. ببین ما در مورد سد چمشیر اقدام کردیم، 17 تا عضو هیئت علمی استاد دانشگاه، و به ما گفتن چون شما زینف نیستید، یعنی اینجا زمین ندارید، شکایتتون مردوده، ولی شما مردم چون توی این منطقه زینف هستید میتونید شکایت بکنید به قوه قضاییه و احقاق حق بکنید. این سد نه تنها نتونسته برای این منطقه دستاورد مثبتی به هر مقام بیاره، اشتغال رو افزایش بده، اراضی کشاورزی رو گسترش بده، آب شرب تامین بکنه، بلکه با نابود کردن دو تا از سکونتگاه های دیرینه و کهن منطقه، نابود کردن زبان منطقه و تخریب روشگاه جنگلی زاگرس به شدت خسارت زا بوده. خود سازش هم که معلومه چند صد میلیارد تومان هزینه شده، باز مصداق بارز حیف و میل بیت المال‌ه و میتونید شکایت کنید. لطفاً مثلا این کارو بکنید و من یه متن نامه اینطوری تهیه کنید که میشه براش آنلاین امضا جمع کرد. این کارو انجام شده و دائماً هم داره انجام میشه. بعد ما هم حمایت میکنیم، تمام انجیوهایی که هستن تو شهرستان مختلف حمایت میکنیم. بالاخره واقعا یکی بعد جواب مردم بده، این پولی که رفته اینجا از جیب من شما اومده بیرون دیگه. باز و حق لطفاً انجامش بدید، ما هم حمایت کردیم، ازتون برمیاد می‌کنیم. خیلی ممنونم.